میدونی وقتی نگاه تو ازم میگیری هول میشم، خیلی میترسم، فکر میکنم بعدش میخوای خودتم ازم بگیری. مثل بچه ها میترسم. به خاطر تو نیست، این همه اتفاق خیلی خستم کرده کری. حق داری، بعضی وقتا هیچ کس رو نمیبینم، حتی تو رو. ولی من نمیخوام نادیدن بگیری. نادیدن نمیگیرم. پس با هم حرف بزن. نزیه خانم گفت باید راجب اون شب حرف بزنیم. هر دومون باید بگیم اون شب دقیقا چه احساسی داشتیم. اگه بخوای میتونیم حرف بزنیم، ولی از یه طرفم میترسم، میترسم بینمون فاصله بندازه. اگه به زبونم نیاریم، نه تو اون شب رو فراموش کردی نه من. اما من دیگه نمیترسم، دیگه بدتر از این اتفاق چیزی وجود نداره. دیگه خوب میدونم چه احساسی دارم. از احساسی که بهت دارم مطمئنم. میخوام با تو یه خانواده داشته باشم. میخوام با تو همه این سختی ها رو فراموش کنم. منم خیلی دلم میخواد فاطمه. پنجم مارچ یکی دیگه از موانعمون از بین میره. آره فاطمه. آره. دیگه میخوام بعد از این خوشبخت باشم. با تو یه خونه کوچیک و بی صدا داشته باشیم، پر از خوشی و آرامش. دیگه نمیخوام ناامید بشم. هیچ وقت نشو. همه چی از اول شروع کنی، یه شروع تازه و قشنگ با تو. روزای قشنگمون از راه میرسه. بهت قول میدم خوشبختت میکنم. قول میدم. امروز دوشنبه 5 مارس 2012. صبح امروز جلسه دادگاه یکی از معروفترین پرونده های چند ماه اخیر برگزار میشه و به جنایت قتل وورال ناملی که با شکایت فعلف هم مرتبطه رسیدگی میشه. اگه قاضی به ارتباط این دو پرونده رأی بده، فعلف که مدت هاست با مجادله دشواری مواجه شده، در آستانه 8 مارس یعنی روز زن پیروزی بزرگی به دست میاره. اگه یادتون باشه در خصوص قتل وورال ناملی در ابتدا همسر فعلف یعنی کریم ایلگاز محکوم شده بود، اما بعدها شواهد و مدارکی به دست اومد که معلوم شد واقعیت چیز دیگه‌ای بوده.
نتیجه این پرونده همچنین میتونه در خصوص ارتباط سلیم و اردوان یاشاران که در حال حاضر فراری هستن با پرونده تجاوز نقش کلیدی داشته باشه. دوستانمون در جلسه دادگاه هستن تا از نزدیک نتیجه دادگاه رو پیگیری کنن. اومدم. بریم تو سر جامون بشینیم. به زودی نوبت شما هم میرسه. یکی دیگه از مشکلاتمون داره حل میشه. خبر خوبی آوردم واسه تون. چی شده؟ میریم؟ آره، امشب میفرستمتون. بالاخره میریم، خلاص میشیم. بگیرش، امشب لازم میشه. شب برای قرار رو اینجور چیزا لازم میشه. دیوونه بازی هم در نمیارین، شب حاضر باشین. منتظر بمونین خبرتون میکنم یا میبرمتون. ممنون، خیلی ممنون. تموم شد. از امشب یه زندگی تازه شروع میکنیم. اگه اجازه بدی منم میخوام با مامانم حرف بزنم. زود باش دیگه، داریم میریم، تموم شد. نمیشه. چرا آخه؟ داریم خلاص میشیم. لااقل بذار از موگه به مامانم پیغام بدم. الو. یه لحظه. الو موگه، من پسرموشم، فهمیدی؟ بله بله. ازت یه خواهشی داشتم، میشه به مادرم یه پیغام بدی؟ البته البته میگم. بهش بگو از دستش ناراحت نیستم. میدونم برای چی همچین کاری کرده، واسه همین ازش دلخور نیستم. امشب دارم میرم. بهش بگو خیلی دوستش دارم. بگو بابت همه زحمتایی که برام کشیده ازش ممنونم. باشه؟ باشه باشه، بهش میگم. به خاطر من ناراحت نباشه، نگرانم نشه. قطع کرد. تونست اینجاشو مشخص کنیم؟ قیام کنید.
جلسه رو با بررسی اتهام کریمیلگاز در خصوص قتل ورال ناملی شروع میکنیم. یکم دیگه تموم میشه. بعدش بیگناهی کریم ثابت میشه و آزاد میشه. مصطفی هم میره زندان. از الان معلومه که کی قراره چی کار کنه. فقط من بلا تکلیفم و نمیدونم چی در انتظارمه. جز سامی کس دیگه یو ندارم که شدم سربارش. میدونی هیچ امیدی با آینده ندارم. هرچی بیشتر با خودم فکر میکنم بیشتر ترس برم میداره. اگه تنها بمونم ساده است، اما فاطمه گل، اگه اتفاقی واسه من بیفته تو مواظب بچه‌م باش. این چه حرفیه؟ چی داری میگی؟ اینا رو فقط میتونم به تو بگم. هیچ اتفاقی برات نمیفته، بچه‌ت هم خودت بزرگ میکنی. بعضی ها از همون اول بازنده. وقتی به دنیا میان انگار از همون اول هیچی نداشتن. بچه منم یکی از اوناست. پدرش قاتله، مادرشم. اینجوری نگو. خودت هم گفتی امروز واسه هممون یه شروع دوباره است. هم ما هم تو از سختیامون راحت میشیم. بعد از این انگار دوباره به دنیا میای. این دفعه به خاطر بچت زندگی میکنی. تو مادر خیلی خوبی میشی، مطمئنم. هویت متهم تایید شد. دادستان محترم میتونید شروع کنید. جناب قاضی، در جریان بازجویی‌های انجام گرفته از کریم ایلگاز به عنوان مظنون به قتل ورال ناملی شواهد جدیدی به دست آمد. با پیگیری پلیس معلوم شد مصطفی نالچالی متهم اصلی این پرونده است. بر اساس اعتراف مظنون به قتل و نیز شهادت شاهدین که تا چند دقیقه دیگه در جایگاه حضور خواهند داشت، از دادگاه محترم تقاضا می شود کریم ایلگاز را از اتهام به قتل تبرئه کرده و مصطفی نالچالی را که به عمد مرتکب قتل شده به حبس ابد محکوم نماید. خانم، این پاکت مال شماست. از طرف کیه؟ نمیدونم، راننده شرکت داد گفت مال شماست. خیلی خوب، ممنونم. از دستت ناراحت نیستم. میدونم برای چی همچین کاری کردی. واسه همینم ازت دلخور نیستم. امشب دارم میرم. خیلی دوستت دارم. بابت همه زحمتایی که برام کشیدی ازت ممنونم. مواظب خودت باش. پسرت سلیم. چی شده؟ امشب میرن. برای اونا این بهترین دار. بعد اینکه با قایق برگشت فهمیدم یه خبرایی هست. به من گفت که به یه ده دیگه رفته. به طور خلاصه منظورت اینه که متهم اون شب با قایق تو به دریا رفته بود، درسته؟ بله جناب قاضی. معذرت میخوام.
مصطفی باهات کاری نکرد که. نه نه، گفت که دوستت داره. اون به خاطر انتقام گرفتن از کریم منو دزدیده بود، اون وقت تو چیا به ذهنت میرسه؟ گفت که دوستت داره. نه، ما از هم دیگه متنفریم، غیر از اینم نیست. شاهد هاجر نالچالی. زود باش. هاجر نالچالی تویی؟ بله جناب قاضی. چه نسبتی با مصطفی نالچالی داری؟ همسرم. گفتی که همسرت پیش تو به قتل ورال ناملی اعتراف کرده، درسته؟ بله اعتراف کرده. دیگه هیچ وقت اون باطلاق نمیافتم. درسته منو از کسافت کاری نجات دادی، ازت ممنونم، اما به خاطرش این بار دیگه اسیر تو نمیشم مصطفی. حتما پشت به یه جایی گرمه. مثل آسویی که میشناختم حرف نمیزنی. مگه تو آسو رو میشناسی ها؟ حتی اسمم هم نمیدونی. تو هیچی از من نمیدونی، هیچی. اصلا نخواستی منو بشناسی. دیگه تموم شد عزیزم. برو بیرون، همین الان برو، زود باش. به من دست نزن. دیگه هم سفرت نیستم. شبا همش کابوس میدید، از خواب میپرید. روحن دوچار مشکل شده بود. هر وقتم ازش سوال میکردم، داد و بیداد میکرد، عصبانی میشد. منم مشکوک شدم. وقتی که سر خاک ورال رفته بود، رفتم پیشش، ازش پرسیدم اینجا چی کار داری. دیگه دووم نیاورد، شروع کرد به گریه کردن و همه چیو گفت. گفت همش یه اتفاق بود. این کیه؟ برو کنار. مگه اون دختره نیست؟ الو. زود بیا این پایین، میری. همین الان؟ تو که گفتی شب. وضعیت عوض شده، همین الان میری. چی شده؟ خبری هست؟ نه، به خاطر وضعیت کشتیه. قراره بدون معطلی حرکت کنه. منتظر شماست، وقت نداریم، بیاین بریم. باشه، بابا باشه باشه باشه. چی شده؟ عجله کن، بجام میریم. اما اون که گفت امشب. من چه میدونم، الانم میگه روز. شاهد فاطمه گل ایلگاز. اسم و فامیل؟ فاطمه گل ایلگاز. حالت خوب میشه؟ به خاطر من حالت خوب میشه؟ دوستت دارم. منتظرت میمونم، مثل همیشه. به من گفت که میخواست حق ورالو بذاره کف دستش.
اما گفت نمیخواستم بکشمش، غیر عمدی بوده، یه هایی اتفاق افتاده. ولی گفتش که عمدن به کریم شلیک کرده. دوست دارم مصطفی، خیلی دوست دارم. همیشه منتظرت میمونم. بر اساس شهادت شاهدین، حادثه کاملا اتفاقی بوده و قطعاً هیچ عمد و قصدی از سوی متهم در کار نبوده. از این رو از دادگاه محترم تقاضای بررسی بیشتر و مهمتر از همه بررسی عوامل تحریک موکلم و خواستارم. و در صورت صدور رأی در جلسه امروز، از جناب قاضی خواهشمندم حکم تبرئه موکلم رو صادر نمایید. متشکرم. آیچه، اسمم آیچه است. ممنونم آیچه، بابت همه چی ممنون. هیچ وقت فراموشت نمی کنم. مگه میتونی فراموشم کنی؟ هی، منم احساساتی کردی. هی، پلیس نیروی دریایی، همه گروه ها توجه کنن. لعنتی، دو فراری تحت تعقیب. گیر افتادیم. کار منم تمومه. گروه ها توجه کنن، دو فراری تحت تعقیب. گیر افتادیم، پیدامون کردن. های کنار ساحل بازدستی میشن. یکم وقت داریم، سریع تر ببر قایمشون کن. لعنت به این شان، سو عجل افتادیم. توضیحات دادستان، وکیل مدافع و شهادت شاهدین رو شنیدیم. توضیحات متهم در دفاع از خودش هم باید بشنویم. اتهامات وارده رو شنیدی؟ حرفی برای گفتن داری؟ من عاشق فاطمه گل بودم. خیلی دوستش داشتم. دیگه حرفی ندارم. به خاطر کاری که کردم فقط از اون معذرت میخوام. منو ببخش فاطمه کن. منو ببخش. خودتون رو تسلیم کنید. مقاومت بی‌فایده است. جرمتون رو سنگین‌تر نکنید. راه فراری نداریم. تسلیم شید. بر اساس شهادت شاهدین و بررسی جزئیات پرونده معلوم شد که کریم ایلگاز هیچ جرمی مرتکب نشده و به این ترتیب دادگاه حکم تبرئه‌اش رو صادر میکنه. ایشون بیگناهند.
هی چی شده؟ چرا متوقفم کردی؟ تسلیم شو، برگرد. من که کاری نکردم، دنبال چی میگردی؟ فراری ها کجان؟ کدوم فراری؟ مصطفی نالچالی به جرم قتل وورال ناملی به 10 سال و 2 ماه زندان محکوم می شود. همچنین بر اساس اثبات اتهام سوء قصد به کریم ایلگاز متهم به 9 سال زندان و همچنین به دلیل ربودن فاطمه گل ایلگاز نیز به 3 سال زندان محکوم می شود. حکم قرائت شد و لازم الاجرا خواهد بود. قربان پایین هیچ کس نیست. اینجا هم کسی نبود قربان. همه جا رو گشتم. فراری ها کجان؟ کدوم فراری ها؟ خبرم کنی. بیاین بیرون. خطر رفت شد. دیگه رسیدیم این ورا. یعنی خلاص شدیم؟ خلاص شدیم پسر. راحت شدیم، راحت. پسر در رفتین، اما منم گیر افتادم. منم دیگه مثل شما فراریم. راستش من که اعتراضی ندارم. منم ندارم، خیلی هم عالی. فاطمه گل، منو ببخش. خبر بعدی در مورد آدانا است. با عملیات پلیس یک شبکه عظیم قاچاق مواد مخدر متلاشی شد. وای خیلی نگران شدم، کجا موندین؟ نپرس مقدس نپرس، یه ترافیکی بود، به زور از فرودگاه اومدیم. آخ عزیزم، چی شد؟ خیلی خسته است، خیلی. کریم بلا به دور باشه، تلویزیون همه شما رو نشون میداد. بگی چه اتفاقی افتاد؟ مقدس خانم یکم خستگی در کنی. سلام، خوش اومدین، خوش اومدین. متشکرم، خیلی ممنون. بفهمین، بفهمین تو. نه من دیگه نمیام، شب همگی به خیر باشه. به خاطر همه چی ممنون، خیلی زحمت کشیدی. خواهش میکنم. داداش خیلی ممنون، حلالمون کن. زنده باشی. شب ممنون، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. فاطمه گل، فاطمه گل، میرزاد داره میره. خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم فاطمه گل، وظیفم بود. منتظر خبرای خوبتون هستم. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بفرمایید تو. حالا که تهدید مصطفی برطرف شد دیگه احتیاجی به محافظ نیست. از اون یکی هم خبری نیست. تو تلویزیون دیدم پلیس نتونسته پیداشون کنه. حتما فرار کردن خارج. ببین کی گفتم. مگه میمونن؟ معلومه فرار میکنن، میرن. مراد نیمت پایین خوابیده؟ هر دوشون خوابیدن. برم ببینمشون. دلم تنگ شده، تنگ شده دلم. چایی الان خیلی میچسبه مگه نه؟ بله. من لباسم عوض کنم. ببینم غذا خوردین؟ سیریم قبل از پرواز تو فرودگاه خوردیم. هنوزم درد میکنه؟ یه دفعه چی شد آقا قادر؟ نمیدونم، قبلا یکم درد میکرد، الان خیلی اذیتم میکنه.
چی شده؟ ضرب دیده؟ نمیدونم والا. الان یه یخ میذارم روش، بعدم با روغن زیتون ماساژش میدم. تا شما بیان دلم هزار را رفت، مردم از نگرانی. چی شو تعریف کنه دیگه؟ آقای قاضی چی گفت؟ خیلی خستم زن داداش. بعدم مصطفی چی کار میکرد؟ تو تلویزیون دیدمش، دلم براش سوخت. ناراحت و غمگین این ور اون ور نگاه میکرد. ببینم چیزی بهت گفت؟ فاطمه گل. منو ببخش. از وقتی اومده مثل مجسمه نشسته. یکیتون سرفه کنه این به خودش بیاد. 22 سال حبس بریدم براش، هنو تو شوکه. به این زودی به خودش نمیاد. بذار برم پیشش. شش، بیشین سر جات، لازم نی. آدمی که به خاطر ناموس بیفته زندون احتیاج به دلداری نداره. بایش احترام باید بذاری. اون تازه اومده نمیدونه. خب یاد بگیره. اول بده به رفیقمو. اینم از 5-3. حالتم گرفتم. بفرما داداش، تازه دمه. ممنون. از وقتی اومدی چی نخوردی؟ حداقل چایی بخور. چیزی نمیخوام. اسماعیل، هر جور راحتی داداش، ارادت داری. امروزو کاریش نداشته باشی یکم حالش بهتر شه. جوونه بیچاره. بیچاره اون یکی ها. دو نفر از دستش فرار کردن. دعا کنن کارشون به زندان نکشه. اوف اوف، بس دیگه پسر، خب چقدر بالا میاری؟ دستمال کاغذیمون تموم شد. چه مرگته؟ تو که دریا زده نمیشدی، چه شده؟ چه میدونم. بیا اینا رو بکن تو بینیت، معلومه بوی روغن موتور حالتو به هم زده. حال مارم به هم زدی ها. بیا تو هم بگیر. ای بابا، خودمونو تحویل میدادیم بهتر بود. خسته شدم از این وضع. چقدر غر میزنی؟ سعی کن از دهنت نفس بکشی، به پشت راز بکش و چشماتو ببند، برات خیلی خوبه. تو حالت بده؟ این وروجکو ببین، ولش کن بابا، با این کارا میخواد جلب توجه کنه. صداتو ببر، رنگش پریده، مگه نمیبینی؟ نه نمیبینم، نور تو نمیذاره ببینم. خوبه، حداقل به تو خوش میگذره. اوف، ولی خوب شده. پولی که واسه شرکت مسافرتی دادیم به درد خورد. قرار نبود تو رو وسط دریا بندازیم پایین. زود باش، رو تو بکش. مالش سه سفر فایده. هرکه کاتی یا تو استومایی تو. هندکسی. تو امتراکسی ایموره دیا. نو بورسته نو پاره یو کاتورو ایرا. مین دیخون. دیتا خیلی میتیسه ایتا بودو. سه دیو مرس فتانو میستی مالتا. Όταν το πλοίο θα ξεφορτώνει, μαζί με το πλήρωμα θα σας βγάλω έξω και θα περάσετε από το Τελωνείο. Engineer Velasti. Engineer Velasti. Velasti here. Support to the engine room. All right. Και όπως σας είπα, να τους προσέχεις, να μην κάνουν καμιά μαλακία. Εντάξει, μην κοιες να στο φάρμακο. Εντάξει, θα το φέρω αργότερα. Καλή όρεξη.
غذا آورده. چی میگفت؟ دو شب دیگه ما رو تو مالت پیاده میکنه. میگه تا اون موقع نباید از اینجا بیرون بیای. دو شب؟ باید دو شب اینجا سر کنی؟ میبخشید لیوان نیست. بیا شکمت خالی نمونه. به ما نمیدی؟ دمت گرم. چجوری مثل موش اینجا زندگی کنیم؟ از الان بو گرفتی. زیاد حرف نزن، بخور شکمت سیشه. داداش جون، چشمون روشن، خیلی خوشحال شدم. ممنونم دنیز جان. How did you Kareem? I'm so happy, very fine. We are so happy too. فاطمه گل، چشممون روشن. بله، چشممون روشن. مرا باش، داره یه چیزی بهت میگه. دختر زود انگلیسی یاد بگیر، وگرنه نمیتونی زبان مادر شوهرتو بفهمی. زنده داشت یه لحظه، چی میگه؟ میگه حالا که دادگاه تموم شد منتظر بیاین استرالیا. ایشالله اون یکی دادگاه هم تموم شه کاملا راحت میشه. به خاطر اون یکی دادگاه حق خارج شدن از کشور رو ندارم، متاسفانه. هر دوشون رو میارم، نگران نباش. ایشالله. من که میگم از الان پاسپورتاتون رو آماده کنین، کاراتونم شروع کنین. اول شما باید برای عروسی بیاد. میبینی؟ الا و بلا عروسی میخواد. جدی؟ عروسی کیه؟ زمانش مشخص شده؟ نه، زمانش هنوز مشخص نیست، ولی مشخص شد قبلش بهتون خبر میدیم. ای وای، رفت. ای بابا، نتونستیم با خانومتون حرف بزنیم. مشکلی نیست، بازم بس میشه. مقدس، الان میام. درد میکنه؟ یکم. این یکم درد تو کم میکنه، اما حتما باید بریم دکتر. بیدار شده مقدس، بیدار شد. چی شد؟ شکستگی در رفتگی که نداره؟ نه جونم، اگه داشت که نمیتونست دردش رو تحمل کنه. قبلنم بعضی وقتا اینطوری میشد، زیاد توجه نمیکردم، ولی این دفعه نمیدونم چرا اینقدر درد میکنه. به خاطر استرس و فشاره، یه جایی خودش نشون میده دیگه. راهمی تو آشپزخونه شیر هست، بودو شیشه شیر بچه رو حاضر کن، زود باش. باشه باشه. جلوی اونا نتونستم بگم، هاجر رو تو تلویزیون دیدم، خیلی پریشون بود. با یه هواپیما برگشت استانبول؟ نه، اون تو ازمیر موند، میخواست مصطفی رو ببینه. عمر هم اونجا موند، قراره برای ملاقاتشون اجازه بگیره. امان، اونم چقدر پرروه واقعا، که بعد از این مگه مصطفی قبول میکنه اونو ببینه؟ ببخشید، ببخشید عزیز. برو ازش شکایت کن، بعد درخواست ملاقات بده. عجب آدمیه به خدا. آقا عمرم تو زحمت میندازه، بی خودی وقت اونم میگیره. مصطفی دیگه راضی نمیشه اونو ببینه. راهمی، شیشه بچه رو بیار، گریه میکنه، زود باش. هاجر، اجازه بگیر بیا ملاقاتم، یادت نره. کیه؟ منم باز کن. سلام، چی کار میکنی؟ هیچی، دراز کشیده بودم. گرسنه‌ت شد؟ برای توست گرفتم، آب میوه و دوغم هست. ممنون. الان بچه هم گرسنه نشده، بیا بشین.
خبری از آقا عمر نشد؟ ترتیب ملاقات داد؟ نه هنوز خبری نشده. چی میخوایم به هم بگیم؟ وقت تلف کردنه. خب پس تو فردا برگرد استانبول. به خاطر من کارت هم از دست میدی. فکر میکنی چی بهت میگه؟ بازم تأخیرت میکنه، ناراحتیشو سرتو خالی میکنه، بیشتر از قبل آزردت میکنه. بعدشم حرفایی که بعد میشنیدی رو به فاطمه گل گفت. بس کن سامی. مگه دروغه؟ هیچ اهمیتی واسش نداری، حیوان کثیف. فقط از فاطمه گل مادر. بس تمومش کن دیگه. نمیخوام دوباره مثل شمع آب شی. فردا برو، به خدا راست میگم. محاله تو رو بذارم جایی برم. وقتی تو غصه میخوری منم ناراحت میشم. طاقت غصه هاتو ندارم هیچ وقت.